لااقل اونقدری که من میتونم خدمت شما عرض بکنم و به مخاطبان اینه که مطبوعات ما در این دوره لااقل سالمترین و بهترین دوره خودشو داره میگذره، هم از نظر تعدد مطبوعات، هم از نظر زمینه حرفه‌ای مطبوعات و هم از نظر تنوع تخصص و بحث در زمینه‌های مختلف. بنابراین من ناچارم که دفاع بکنم از کسی که از همکارای خودم در مطبوعات، ضمن این که این رو هم میپذیرم که مثل هر حرفه دیگه ممکنه حالا عناصر خیلی کمی نامطلوب هم بشه در مطبوعات پیدا کرد. من فکر می‌کنم یکی از مشکلات اساسی مطبوعات ما کمبود نیروی متخصص هستش، خصوصا با توجه به تنوعی که مطبوعات هم پیدا کردن، همین نیروی محدود متخصصی هم که وجود داره نهایتا مجبور شدن و ناگزیر شدن که وقت خودشون رو مصرف کنن و تقسیم کنن بین نشریات مختلف. که الان خوشبختانه با اینکه تعداد نشریاتمون زیاد شده، باز می‌بینیم نیروی اصلی گردانندگان مطبوعات باز کمه. به همین جهت یک روزنامه، یک خبرنویس در 3-4 جا داره کار میکنه. ما الان واقعاً از نظر نیروی انسانی آزموده و فنی در مطبوعات، چه در زمینه‌های لیتوگرافی و چاپ و چه در زمینه‌های هیئت تحریریه و صفحه‌بندی و صفحه‌آرایی، با مشکل جدی روبرو هستیم و تعداد اندک اینها هر گونه رقابت و مسئله عرضه و تقاضا را در بوته فراموشی سپرده. ما یک نقطه ثقلی به عنوان چند تا روزنامه نگار برجسته‌ای که میتونن تحلیل هایی داشته باشن که دنیا به اون استناد بکنه، منطقه به اون استناد بکنه، متاسفانه کمتر داریم. به لحاظ آموختن فن فکر میکنم ما هنوز خیلی فاصله داریم با اون نشریاتی که از اونها به صورت حرفه‌ای یاد میکنیم. واقعا روزنامه نگاری یک حرفه است، یک دانش هست، یک فن هست، باید این رو آموخت. ما در مطبوعات خودمون شاهد هستیم که کسانی بدون اینکه این حرفه رو بیاموزند، وقتی صرف بکنند و دقت بکنند، به دلیل ذوقی که دارند به این گرایش و امر روزنامه نگاری میپردازند. به تبع نوع اطلاعات اونها، نوع نگارششون رو شما حرفه‌ای تلقی نمی‌کنید. فرض بکنیم که ما نویسندگانی رو داریم که وقتی که شما مطلبشون رو می‌خونید احساس می‌کنید که اینها زبان فارسی رو خوب نمی‌دونند. یعنی نویسنده‌ای هست در روزنامه می‌خواد مطلب بنویسه، به مهمترین ابزار که زبان هست مسلط نیست. تلاش نکردند اندیشمندانمون که اینها رو به نحوی روشن کنن، در معرض قرار بدن، آموزش بدن که کسانی که وارد عرصه روزنامه نگاری میشن الفبای این رسانه رو مطابق با فرهنگ مورد نیاز، فرهنگ بومی خودمون آموزش ببینن و در حقیقت در اون جهت عمل کنن.
کار مطبوعات کاریست بسیار بسیار پرتنش، دشوار، حتی خب میدونید خطرناک و با بازده خیلی خیلی کمتر از خیلی از مشاغل پیش دستی دیگه. یه مشکلی که ما داریم این هستش که صاحب نظران و دانشگاهیان ما به دلیل سنت غلطی که تو جامعهمون بوده در مجموع وارد کارهای مطبوعاتی نمیشن یا سخت براشون، پرهیز میکنن و این باعث شده که مطبوعات از یک کیفیت و یک غنای خوبی برخوردار نباشن. درصد قابل توجهی از فارغ التحصیلان داریم ولی بسیار از اونا به حرفه‌های دیگه رفتند. خب اینم یک مسئله است. میدونی خیلی مهمه به نظر من، خیلی خیلی مهمه که این یه حرفه است. منتها فرق این حرفه با حرفه‌های دیگه اینه که درش مسئولیت‌های اجتماعی، اخلاق، اینا یه چیزای بالاییه. ببینید شما برای مهد کودک هم هر کسی نمیذاره توی مهد کودک. من غیر از اینه شما نمیدونم یه پزشک هم هر کسی نمیتونه. اینا یه حرفه‌ای است که مسئولیت‌های خاص اجتماعی خودشو داره. ضمن اینکه شما میدونید که الان هم در مطبوعات مختلف دنیا این گونه نیست که یک روزنامه‌نگار هم مقالات سیاسی درجه اول بنویسه، هم فرهنگی، هم هنری، هم اقتصادی. حتی در حوزه سیاست هم تقسیم بندی شده. حالا ما به دلیل اینکه به لحاظ کادرهای روزنامه‌های خودمون خیلی پیشرفت لازم رو نداشتیم و نتوانستیم کادرهای لازم رو به شکل تخصصی تربیت بکنیم، گاه شما شاهدید که یک نویسنده مقاله در عرصه‌های مختلف می‌نویسه. این امر در دنیا خیلی پذیرفته نیست. یعنی یک نفر نمی‌تواند هم مقالات اقتصادی بنویسه، هم فرهنگی، هم هنری، هم سیاسی، هم نقد فیلم، هم نقد تئاتر، هم نقد موسیقی، هم نقد رمان، هم نقد کتاب دینی و هم سرمقاله در مورد مسائلی که در منطقه اتفاق می‌افتاد. به عبارتی متأسفانه شاید تا حدودی اینجوری جا افتاده باشه که یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای در کشور ما روزنامه‌نگاری هستش که در حیطه‌های مختلف، در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلم بزنه، در هر زمینه مسئله روز نظر بده. من اینها رو به عنوان گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه‌های فرهنگی کشور می‌دونم که نقش بسیار مهمی رو داشتن و دارن. متاسفانه گاهی قدرشون هم مجهوله. عمده اونهایی که چهره‌های روزنامه‌نگاری ما هستند محصول، یعنی در واقع دارن محصول تجربه‌هاشون رو درو می‌کنن و تحصیل کرده های این حوزه نیستند. اونهایی هم که تحصیل کرده های حوزه های مثلا دانشگاهی در مورد مطبوعات هستند هنوز اونقدر قابلیت پیدا نکردند که بتونن نقش مهمی رو تو مطبوعات به عهده بگیرن. علت هم داره، چون رشته روزنامه‌نگاری و علوم ارتباطات خب یه رشته جوانی است در کشور ما. چند دهه دود چراغ خورد و قلم زد و از اندیشش مایه گذاشت و از فکرش مصرف کرد تا به جامعه روشنایی بده، به جامعه فکر بده. ما چه کاری برای اینها کردیم؟ واقعا گاهی انسان بیان این مطالب رو هم که وقتی میخواد بکنه میبینه خجالت میکشه. شما در منطقه خاورمیانه توی همین کشور عربی که سابقه فرهنگی چندانی هم ندارن، کشور ما هم از نظر دینی هم از نظر تاریخی سابقه چند هزار ساله داره. اونها نه کشور هستن تازه 30 سال، 40 سال، 25 سال تأسیس شدن، ولی روزنامه نگارانی رو تحویل دادن، تربیت کردن که این روزنامه نگارها تو دنیا رجال سیاسی روی تحلیل‌های اینها و نظرات اینها حساب می‌کنند. ما تعداد این چنین افراد نخبه و خبرمون کم هست و این تعداد رو اگر تقسیم بکنیم به تعدد نشریاتمون تقریبا میشه هیچ. اون آدم‌هایی که تحصیل کرده دانشگاه‌های
روزنامه‌نگاری هستن، دانشکده‌های روزنامه‌نگاری هستن، علوم ارتباطات هستن، اینها هنوز اون جایگاه رو نتونستن پیدا بکنن. و من فکر می‌کنم که ما در ساختار آموزشی دانشکده علوم ارتباطات و مثلا روزنامه‌نگاری هم باید تحول جدی رو به عمل بیاریم. با اینکه در بعضی از دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی کلاس‌هایی هست و رشته‌هایی هست، ولی این رشته‌ها کامل نیست و با اون چه که در دنیا در رابطه با تعلیم و تربیت خبرنگار و روزنامه‌نگار وجود داره ما هنوز عقب هستیم. یعنی شما به دلیل اینکه نشریات خیلی زیاد شده و خیلی هم خوبه و بایستی هم همین گونه باشه، ولی نیروهای متخصص حرفه‌ای روزنامه‌نگاری یا مطبوعاتی ما به همین میزان در یک دوره زمانی تربیت نشدن و شما میدونید تجربه در کنار دانش نیاز داره. مثلا یک فردی تازه امروز از لیسانس مثلا گرفته باشه یا دست به قلمی داشته باشه، مثلا حالا حتما بشه سردبیر، مثلا هیئت تحریریه، مسئول گروه خبری یا سردبیر مثلا یکی از بخش‌ها، به دلیل همون کمبودی که داریم مجبور شدیم که بالاخره این رو داشته باشیم. یعنی ممکن است که ما حتی در ادبیات و در نگارش مطبوعاتی هم متاسفانه الان دچار اشکال هستیم. یعنی واژگان نشریات ما، همه رو عرض میکنم، مال خودمونم اینطور هست، اشکالات عدیده‌ای داریم. چند روز مونده به برگزاری جشنواره، چند تا مقاله رو میگن به انتخاب خود روزنامه بدید. حالا این مقالات چگونه تهیه شده، آیا اون خود فرستنده تهیه کرده بوده یا نه، اینها بحث دیگه ایست. میره اونجا یک نظرات عجولانه ای داده میشه و چند نفر هم به عنوان برنده معرفی میشن و این دوباره دفترش بسته میشه تا سال دیگه. ویژگی های زندگی مطبوعاتی، شغل و حرفه مطبوعاتی در ایران امروز واقعا فقدان یک جور امنیت شغلی و کاری و اینها هستش. چند روز پیش بود یه روزنامه همشه ایران، نمیدونم شما خوندید یا نه، یه خبرنگار میره در گزارشی میخواست تهیه بکنه، یه جناب سرهنگی ظاهرا این خبرنگار زنم بوده پرتش میکنه بیرون، خیلی همش بی‌احترامی میکنه. من یه مقاله نوشتم فرستادم برای ایران و چاپ کرد. گفتم آقا این آخه به چه مجوزه؟ آخه ایرانم ارزش خیلی با اسم جناب سرهنگ و خیلی با احترام و با احتیاط و که جناب سرهنگی نه متوجه نشده دست دختره رو گرفته، تصدیق خود دختر خبرنگار نوشت که آقا اینه با بی احترامی پاول من انداخت بیرون، اصلا جواب من نداد، من گفت حرف بزنی میزنم تو دهنت. تو مقاله دختر این بود خانم خبرنگار، ولی روزنامه ایران خیلی محترم نوشتم. آقا چرا میترسین؟ این سرهنگ چشم ماست، ولی حق نداره به روزنامه کار زنی هم چیکاری رو بکنه. خب صرف با دنبال کار بگیره تا این هم امنیت شغلی، یعنی این اما تو شغلی مالیش که خودتون بهتر از من میدونید. حالا شما به یه طریقی با ماها همخانه اید، ماها تو خانه های شیشه ای زندگی میکنیم. 20 ماه پیش انجمن صنفی وجود نداشت، یک سندیکای روزنامه نگاران وجود داشت که در واقع عمل نمیکرد به دلایل اینکه اکثریتش حضور نداشتن نبود، تا اینکه در مهر ماه سال 76 انجمن صنفی شکل گرفت، مجمعی رو تشکیل دادن، اعضای هیئت منصفه رو، اعضای هیئت مدیرش رو انتخاب کردن، الان هم فعال هستن، در مقابل مسائلی که داره اتفاق میفته واکنش نشون میدن.
کوششی که اخیراً شده که انجمن صنفی مطبوعات تشکیل شده، خب اون هم به هر حال یک انجمن صنفی است، اما یک انجمنی نیست که امکانات و اختیاراتی در این زمینه ها داشته باشه. با این ترتیب بهترین راه حل این هست که در این مورد یک قانون خاصی از مجلس شورای اسلامی تصویب بشه، یا به صورت طرح یا به صورت لایحه از طریق دولت به مجلس داده بشه. اینها هنوز نوپا هستند و تا زمانی که بتونن تثبیت بشن، شناخته بشن و بتونن حقوق خودشون رو در واقع بتونن به طور دقیق به دست بیارن، زمان زیادی رو داره. مطبوعات حالا به هر دلیلی بسته میشن که خب بیشتر دلیل قانونی انشالله داره دیگه و با این نه هستش. بعضی وقتا هم مشکل اقتصادی پیدا میکنن، نمیتونن ادامه بدن، یعنی اینم گاهی پیش اومده. همین محمد، ما باید بتونیم کاری بکنیم که اینهایی که در مطبوعات کار میکنن دغدغه خاطر نداشته باشن و ما بتونیم حالا یا صندوقهایی رو پیش بینی کنیم، صندوق اعتباری، یا به هر صورت راهکارهایی پیدا کنیم که اینم به طور جدی در دستور کار قرار دادیم که این افرادی که در این نشریه کار میکنن یک دفعه تمام زندگیشون فلج نشه، چون بخوای یک سری انسان ها هستن بر اساس یک سری درآمدی یا زندگیشون دارن کاری میکنن و اینها یک دفعه فلج میشن. آیا در کشور ما شده که از یک محله، یک مجموعه برای یک روزنامه نگار شریف، یک خبرنگار مخلص که خودشو در سخت‌ترین شرایط قرار داده تا یه خبری رو تهیه کنه و به مردم برسانه و مسئولیت خودش رو در اون حوزه به خوبی انجام بده، شده که یک روز جمع بشیم یک دسته گل ببریم براش؟ گاهی این که نبوده طعن و نیش و اینها هم بوده. من واقعا خودم گاهی میشینم فکر میکنم نسبت به حرکت خودمون و خودم گاهی شرمنده میشم. یکی از اشکالاتی که من به قانون مطبوعات دارم این است که حقوق ژورنالیست ها در قانون مطبوعات پیش بینی نشده. یک ژورنالیست عمرش رو میذاره. اینجوری نباید باشه که اگر یک نوشته‌ایش رو مثلا هیئت تحریریه دوست نداشتن یا فکرش رو فردا بتونن بیرونش کنن. هیچ پناهی نداره. اصولا در قانون مطبوعات هیچ اشاره‌ای به صنف مطبوعات نشده. وقتی که یک روزنامه تعطیل میشه، چه به حکم دادگاه یا در اثر مشکلات دیگه، خبرنگارها و کسانی که در تهیه اون نشریه مؤثر هستند هیچ تضمین شغلی ندارند. دسته که الان من ببینم جوانا علاقه فراوانی دارند که بیان کار روزنامه نویسی، کار روزنامه تو مطبوعات وارد بشن. منم به همش میگم آخ خانم تو راهی، آخ بسر تو راهی که داریم یه مراقب باش. این راه نه پول داره نه مقام داره، فقط باید بدوی و آخرش هم هیچ. من فکر کنم کمتر کسی را در ایران ما بتونیم پیدا بکنیم امروزه که صرفاً از طریق فعالیت مطبوعاتی داره ارتزاق میکنه. معمولاً اگر یک کسی کار مطبوعاتی میکنه، احتمالاً یکی دو سه تا کار دیگه هم داره میکنه و به هیچ وجه کار مطبوعاتی، حداقل به لحاظ صرف مسئله اقتصادی، حالا تبعات سیاسی اجتماعیش من فعلا واردش نمیشم، ولی از صرف مسئله اقتصادی من فکر نمیکنم ما بتونیم بگیم واقعا کسی بتونه با فقط کاری که برای مطبوعات میکنه، حالا در هر سطحی، خبرنگار ساده باشه یا عضو هیئت تحریریه باشه یا فرض بفرمایید صاحب امتیاز باشه، اینا فکر نکنم کسی واقعا به لحاظ اقتصادی بتونه بگه که من از طریق من روزنامه نگار هستم به این معنا که من از طریق کار در روزنامه
دارم فی الواقع زندگی میکنم. حتی یه فرد تکی هم مجردم من فکر نمیکنم به خصوص در تهران بتونه بگه که من با کار در روزنامه دارم اموراتمو میگذرونم اینها. وضع زندگیشون هم وقت میدونیم، شرایط زندگیشون و مسائل اداره زندگیشون از لحاظ مالی و اقتصادی هم واقعا گاهی انسان خجالت میکشه که بعد از 30 سال قلم زدن، 40 سال کار مطبوعاتی کردن، هنوز یه اتاق 3 در 3 نداره که بره اونجا شب بتونه کتابشو کاغذشو پهن کنه و برای مردم کار بکنه. معمولا کسی که دنبال سوداوری هست، دنبال تجارت هست، کمتر به سراغ مطبوعات میاد. یه مسئله مهمی که ما الان در ایران داریم این استش که مطبوعات به هیچ وجه اقتصادی نیستش و تقریبا همه مطبوعات بایستی برای تأمین هزینه های خودشون به وسائل و راه‌ها و شیوه‌هایی که غیر از فروش مطبوعات هستش متوسل بشن. بالاترین نهادی که میتونه یه روزنامه رو کنترل کنه همین بازار مطبوعاته. بازار مطبوعات هم یعنی روزنامه‌هایی که رقیب همن، خواننده‌هایی که میخونن، خود اینا هم دیگه رو کنترل میکنن. یعنی شما نگاه کنید در سال گذشته چند تا روزنامه تعطیل شد؟ بازار مطبوعات اینا رو تعطیل کرد، نه دادگاه مطبوعات.
بخشی از هزینه های مطبوعات قاعدتاً چه در ایران چه در سایر کشورها از طریق آگهی ها تامین میشه. در ایران به خاطر اینکه روزنامه های دولتی و مطبوعات دولتی بخش عمده ای از بازار مطبوعات را در اختیار گرفتن و از بودجه و امکانات دولتی و بیت المال استفاده میکنن، در حقیقت یک رقابت سالم را نمیگذارن به وجود بیاد و در حقیقت به اعصاب مطبوعات بخش خصوصی دارن فشار میارن. بخش مهمی از آگهی ها را اینها جذب میکنن با قیمت های پایین تر. علتش هم اینه که اینها هزینه هاشون را از منابع ملی و دولتی تامین میکنن. در عرض چند سال اخیر بخش عظیمی از بودجه این سرزمین، بخش عظیمی از سرمایه این سرزمین در تأسیس روزنامه ها تلف شد. بعضی از اینی که یه مقدار باعث شده صحنه مطبوعاتی ما به هم بخوره و یه حالت تعادل نداشته باشه، وارد شدن رانت های دولتی هست که سرازیر شده به مطبوعات دولتی، که اینها مثلا از کیفیت چاپی برخوردارن که یک کتاب درسی باید برخوردار باشه، سرمایه گذاری هایی که قابل رقابت نیستش برای مردم. این بودجه آیا واقعا داره صرف فرهنگ و گسترش به اصطلاح اون تربیت رسانه‌ای داره میشه تو این سرزمین، یا داره صرف عره و تیشه سیاست میشه؟ اما یکی از مسائل عمده مطبوعات که در حال حاضر شدیداً همه مطبوعات را رنج میده، هم روزنامه ها را و هم نشریات هفتگی و ماهیانه و مجلات را رنج میده، فقدان یک سیستم توزیع سالم و کاراست. ما الان دو سه تا شبکه توزیع عمومی داریم. علاوه بر این بعضی از روزنامه ها خودشون به تنهایی دارای شبکه توزیع هستند. به عنوان مثال روزنامه های اطلاعات، کیهان، ایران، همشهری و برخی از مطبوعات دیگه، اینا خودشون دارای شبکه توزیع هستند. سه تا شبکه‌ای هم که توزیع عمومی را به عهده دارن واقعا نتونستن به هیچ وجه رضایت ارباب جراید و مطبوعات را جلب کنن. الان یکی از دغدغه خاطرها و مشکلات مطبوعات ما، حتی مطبوعات پرتیراژ ما، مسئله توزیعه. یعنی اینکه این توزیع به خوبی انجام بشه، دست فرد برسه، پولش به موقع برگرده به مطبوعات، چون خیلی اینا از نظر اقتصادی قوی نیستن. اصولا کار مطبوعات و روزنامه‌نگاری در دنیا یکی از دشوارترین کارهاست، نه به صورت شعاری، واقعا اینطوریست. یعنی کار مطبوعاتی تو هر زمینش که شما پا بذارید میبینید با فشار و مشکلات عدید مواجه هستید. در کشور ما اینها به دلایل فراوان بیشتر هست. حالا کمبودهای مطبوعاتی که فراوان هست جای خود، شاید کمبود مخاطبین نسبت به خیلی از کشورها باز یکی از مشکلات مطبوعات هست. در مصرف رسانه‌های مختلف در یک جامعه همبستگی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگر در یک جامعه تعداد روزنامه به هزار نفرش کمه، تعداد تلویزیونش هم کمه، تعداد رادیوش هم کمه، سینما رفتگانشون هم کمتره، تیراژ کتاب به هزار نفرش هم کمه، تعداد صندلی سینماش هم به نسبت کمه.
و در کشوری که این بالاست همه اینا بالاست. اون چیزی که من فکر میکنم در درجه اول اهمیت قرار داره اینه که اگر قرار باشه ما صحبتمون، حرفمون به عنوان یک رسانه اگر نگاه بکنیم، فقط به طور خاص به روزنامه ها نگاه نمیکنم، کل رسانه ها رو در نظر بگیریم، اگه قرار باشه اونا صحبت ها و حرف ها و روش هاشون تاثیرگذار باشه، پذیرفته شدنی باشه برای مخاطبینشون، در واقع باید اون حس اعتماد رو در اونا برانگیخته کنن. در این یکی دو سال اخیر با همین مفاهیم وارداتی مثل چند صدایی و تکثرگرایی در زمینه مطبوعات روبرو هستیم که این مفاهیم باعث شده اولا روزنامه ها بیشتر کار کرده به جای اینکه وحدت آفرینی داشته باشند به تفرقه سعی کردن دامن بزنن. اگر مطبوعات ما بخشی از رسالتشون رو نتونستن انجام بدن و یا ضعفی داشتن به خاطر این مسائلی بوده که از حیطه قدرت و اختیار اونها خارج بوده، باید دستگاه‌های دیگه یا به اصطلاح حمایت هایی که باید مجلس، دولت، وزارت مسئول این کار میکرده حالا انجام نشده. در مجموع فکر میکنم که زندگی بسیار سختی باشه، زندگی مطبوعاتی در ایران امروز. منتها گفت ای به اوچو گفتی هنرش نیز بگو، منتها بنده فکر میکنم که درسته که از این بابت ها سخته، ولی فکر میکنم کار ارزشمندی هستش، کار پرتحرکی هستش، کاری هستش که به هر حال ارزش بار اجتماعی زیادی برای کسانی که دست اندر کارش هستن براشون وجود داره.